فردا پنجشنبه 6 ماه از ریاست جمهوری دونالد ترامپ می‌گذرد. دوره‌ای پر جنجال در مقایسه با دیگر رؤسای جمهوری آمریکا، با میزان محبوبیت پایین و فشار تحقیقات درباره تبانی احتمالی کمپین آقای ترامپ با روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016، هرچند پرزیدنت ترامپ آن را رد می‌کند. با این حال، هواداران دونالد ترامپ همچنان به امید تحقق وعده‌های انتخاباتی پشت سر رئیس جمهوری آمریکا ایستاده‌اند. نگاهی به 6 ماه اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ، موضوع گزارش جیم مالون، خبرنگار صدای آمریکا است. شش ماه پیش دونالد ترامپ با وعده بازگرداندن عظمت به آمریکا و ایجاد تغییرات اساسی 45 رئیس جمهوری آمریکا شد. زمان ادعاهای توخالی تمام شده. اکنون وقت عمل فرا رسیده است. پرزیدنت ترامپ به محض ورود به کاخ سفید با امضای فرمانهای اجرایی متعدد مقررات دولتی را کاهش داد و با تایید گزینش برای قاضی دیوان عالی توسط کنگره آمریکا یک پیروزی در کارنامه‌اش به ثبت رساند. دو دستگی و اختلاف اما از همان نخست بر ریاست جمهوری پرزیدنت ترامپ سایه انداخت و به تظاهرات اعتراضی دامن زد. میزان محبوبیت پرزیدنت ترامپ از 40% تجاوز نمی کند که به گفته کایل کاندک، تحلیلگر دانشگاه ایالتی ویرجینیا، نمره خوبی برای یک رئیس جمهوری جدید نیست. میزان محبوبیت پرزیدنت ترامپ برای یک رئیس جمهوری جدید ضعیف است. رؤسای جمهوری اصولاً یک دوره ماه عسل را پس از شروع به کار پشت سر می گذارند. آقای ترامپ اما این دوره را نداشت. کاهش سیل ورود مهاجران غیرقانونی به ایالات متحده را میتوان موفقیتی نسبی به ویژه در امر مهاجرت که یکی از مهمترین شعارهای انتخاباتی آقای ترامپ بود برشمرد. هرچند فرمان اجرایی منع سفر شهروندان 6 کشور عمدتا مسلمان نشین پرزیدنت ترامپ همچنان در دادگاه‌های آمریکا به چالش کشیده می‌شود. هیچ چالشی اما بیشتر از احتمال تبانی کمپین انتخاباتی آقای ترامپ با روسیه برای دولت پرزیدنت ترامپ گران تمام نشده است. بر کناری جیمز کومی از ریاست اداره آگاهی فدرال FBI به انتصاب رابرت مالر به عنوان بازپرس ویژه وزارت دادگستری منجر شد و ملاقات دونالد ترامپ جونیور، پسر بزرگ پرزیدنت ترامپ، با یک وکیل روس برای دریافت اطلاعاتی علیه هیلری کلینتون، رقیب انتخاباتی آقای ترامپ نیز، اخیراً آتش ماجرای تبانی احتمالی با روسیه را شعله ور کرد و به رهبران دموکرات از جمله چاک شومر میدان داد تا زنگ خطر به صدا در بیاورند. این تحولات باید به ادعای دولت و رئیس جمهوری که میگویند هیچ مدرکی درباره هماهنگی یا تبانی کمپین ترامپ وجود ندارند پایان دهد. تمرکزها بر روسیه اما به مانعی بر سر تحقق وعده‌های انتخاباتی پرزیدنت ترامپ تبدیل شده است. هرچند به گفته جان فورتیر از مرکز سیاست‌های دو حزبی، اوضاع شاید تغییر کند. به نظرم 6 ماهه اول نمیتواند مقیاس بی‌نقصی برای قضاوت درباره عملکرد رئیس جمهوری باشد. تردید نباید کرد که پرزیدنت ترامپ توانسته در 6 ماهه اول ریاست جمهوریش واشنگتن را متحول کند. هرچند وعده تغییر آقای ترامپ هنوز به طور ملموس محقق نشده است. دولت پرزیدنت ترامپ هنوز اول کار است و فرصت برای بهبود وجود دارد، اما امکان بدتر شدن اوضاع هم وجود دارد.